اگه یک روز کاپوت خودروی L90 رو بالا زدید و نمیدونستید قطعاتی که روبروتون قرار داره چی هست و کارکردشون چیه، با دیدن این ویدیو این مشکل حل میشه. دوستان سلام، توی این ویدیو قرار با هم دیگه قطعات خودروی L90 رو، قطعات موتوری رو بررسی کنیم، عملکردشون رو توضیح بدیم، علائم خرابیشون رو اشاراتی بهشون کنیم و یاد بگیریم که این خودرو از چه قطعاتی تشکیل شده. پس تا پایان ویدیو با من همراه باشید. دوستان، خودروی L90 تون در 90 پارسوندر با موتور K4M هستش که جانمایی قطعات اون رو در خدمت هست. اولین مورد که باتری خودرو رو مشاهده میکنید، قطب منفی و مثبت باتری. در کنار اون جعبه فیوز خودرو رو مشاهده میکنید که با برداشتن در پوشه این جعبه فیوز، فیوزهای خودرو رو مشاهده میکنید. سر کمک باتری اینجا مشاهده میکنید که در صورتی که شما بخواید کمک فنر رو رگلاش کنید، این پیچ رو باید صفر کنید. بعضی اوقات صدای تق‌تق روی روی دست اندازها یا چاله چوله ها به خاطر همین رگلاژ نبودن کمک فنر هستش. منبع انبساط که مایه رادیات خودرو، خون مایه خنک کننده خودرو در اون قرار داره مشاهده میکنه در اینجا. مخزن مایه روغن ترمز که پشت اون بوستر ترمز رو مشاهده میکنید در این خودرو. دقت کنید که مقدار روغن ترمز در نشانگر ماکسیموم قرار بگیره. این سیمی که از کنار اون رد میشه سیم در واقع گاز هستش که یک سر اون به پدال گاز متصله و سر دیگه اون به دریچه گاز. این قسمت هواکش خودرو هستش که فیلتر هوا در اون قرار داره و پلونوم یا محفظه آرامش هوای اون هستش. در قسمت پایین اون مخزن روغن هیدرولیک هستش که شما باید اون رو حتما چک کنید مقدار اون. این نشانگری که اینجا قرار داره اگه دقت کنید ماکسیموم، این نشانگر باید حتما مقدار اون در این حد دقیق اندازه باشه و اگه کم بود بدونید که مقداری نشی داره خود رو و حتما با اون رو بررسی کنید. این قسمتی که میبینید در پوشیه که سوزنهای انجکتور پشت اون قرار داره و همچنین دست سیم مربوط به سیستم سوخت. منیفولد سرد خود رو مشاهده میکنید، کویل های خود رو که در زیر اون شمع ها قرار دارن، این مدل کویل ها بهش میگن کویل قلمی یا تکی که در این خود رو مثل یه افسر مستوات تکی وجود داره. این قسمت هم دریچه گاز خود رو هستش که متصل به منیفولد هوای خود رو. در کنار اون سنسور دریچه گاز و سوکت اونو میبینید، استوپر خود رو اینجا قرار داره. این قسمت سنسور فشار هوای منیفولد هستش. دقت کنید در خودروی L90 سنسور مپ وجود داره و سنسور فقط فشار هوای منیفولد داره، اندازه نور و دمای هوای منیفولد توسط این سنسور اندازه گیری میشه. پس سنسور دمای هوای منیفولد و فشار هوای منیفولد در این موتور جدا هستش. درب روغن ریز خود رو اینجا قرار داره. دست محفظه در واقع تسمه تایم این خودرو هستش، این موتور هستش که اینجا قرار داره و در پوش تسمه تایم اون هستش. دست موتور این خودرو رو میبینید اینجا قرار داره، بسیار محکم هستش. قطعاتی که روی این موتور هستش فوق العاده با کیفیت با دوام هستش. به همین خاطر میزان خرابی قطعات مخصوصا زیربند این خودرو بسیار کم پیش میاد و به نوعی در واقع عمر بالاتری داره. این قسمت گیج روغن موتور هستش، در زیر اون شیلنگ رادیات خودرو و در انتهای این شیلنگ ترموستات اون قرار داره. این قسمت بلوکی ABS رو میبینید که شیرهای ورودی و خروجی شیلنگ های لوله های اون رو متصل به اون هستش. این شیلنگ و این دوتا شیلنگ
مربوط به کولر خودرو هستش، در واقع لوله‌های فشار بالا و فشار پایین کولر هستش که اینجا هم ادامه اون قرار داره به درایر و کندانسور و کمپرسور کولر متصل میشن. خب این قسمت هم که سر کمک سمت شاگرد خودرو هستش، مخزن شیشه شور خودرو اینجا قرار داره که شما باید شیشه شور خودرو اینجا وارد کنید بریزید. پمپ هیدرولیک خودرو رو اینجا مشاهده میکنید، چلنگ های فشار قوی و ضعیف این پمپ دقت کنید اینجا قرار داره و تسمیه هیدرولیک که در تصویر مشاهده میکنید. فن خودرو رو میبینید اینجا قرار داره و در پشت اون هم رادیات خودرو. دینام خودرو اگه دقت کنید اینجا قرار داره و در کنار اون تسمیه دینام قرار داره که اونو میچرخونه. در پشت منبع روغن ترمز اگه دقت کنید بوستر ترمز رو مشاهده میکنید. یکی از خرابی‌های شایع در این موتور گاز خوردن اون هستش که اکثرا به خاطر اورنگی دریچه گاز که بین دریچه گاز و منیفول قرار داره این اورنگی خوش میشه و ممکنه هوا بکشه. نکته دیگه که باید خدمت مرتبان فیلتر کابین خودرو هستش که در این قسمت قرار داره و شما باید تعویضش باید حتما این قسمت رو باز کنید. وفا این هم از جانمایی قطعات خودرو L90. حالا دیگه قطعات اون براتون ناآشنا نیست و حتی بعضی از عیب ها رو به راحتی میتونید تشخیص بدید. امیدوارم این ویدیو براتون مفید بوده باشه. لایک اون فراموش نشه، برای دوستانتون بفرستید. اگه مشکلاتی در این زمینه دارید در خودرو L90 هم در قسمت کامنت ها با من در میون بذارید، من حتما پاسخ میدم. موفق و معید و پیروز باشید.